صحبت‌های درست، منصفانه و خوبی بین ما رد و بدل بشه. آقای نوریزاد، من همیشه نگرانم با شما حرف میزنم، ناگهان یه دست غیبی، یه معجزه غیبی خط و قطع کنه. بنابراین خیلی سریع و تونتون ازتون سوال میکنم، هم من و هم آقای رمضان پور. اول سوالم اینه که امروز فضا رو چطور دیدید؟ این فضای انتخابات یا انتصابات یا هر اسمی روش میذاریم، فضا به طور کلی در شهر چطوری بود؟ من یه گشتی که توی شهر دادم و با برخی از دوستان که صحبت کردم، فضا بسیار احساسی و در این حال یه جاهایی بعضی احساس میکنن غیرتمندانه باید حضور داشته باشن، ولی آنچه که بسیار موجب تأسف من شد، دوستان فهیم و بسیار کار آگاه و خردمندی که من انتظار داشتم افق وسیع‌تری داشته باشن، مثلا عمده نگرانیشون این هست که ما حضور پیدا کنیم یا مثلا جنتی رو روشو کم کنیم. مثلا اگر جنتی رو روشو کم کنیم، خب رهبر حساب کار دستش میاد. یعنی شما نگاه بکنید، افق نگاه برخی از دوستان ما این شده، در این حال که اون بخش سنتی شهرستانی و روستایی ما همچنان هستن با همون قیافای همیشگی، شناسنامه به دست، ردیف، مجریهای تلویزیون با شعارهای آنچنانی. یعنی تنها جایی که مردم دیده میشن در این نظام همین جاست که شناسنامه به دست در صف هستن، وگرنه توی همین صفها اگر یکی بلندش بگه آقا من به این دلیل و از سر ناچاری آمدم رای بدم، هیچ وقت صحبتش شنیده نمیشه و منعکس نمیشه. منتها آنچه که بیشتر من دیدم از طبقه فهیم جامعه، حتی دانشگاهیان خیلی غیرتمندانه بحث میکردن که ما باید رای بدیم که مثلا جنتی و مصباح و اینها نرن مجلس خبرگان و بعد از این طرف هم مثلا بتونیم یه روزنه‌ای برای خودمون باز کنیم در این شرایطی که سخت و آسمان خیلی پایین آمده، مثلا یه منفذی برای مردم ایجاد بکنیم. بله، یک چنین فضای احساسی و کم عمقی رو من شاهد بودم. آقای نوریزاد، من سوالی که دارم، ما اینجا با آقای رمضان پور هم صحبت میکردیم، الان غیر از این بالوت باکس، غیر از این صندوق رای، برای مردم چه راه حلی مونده؟ چه گزینه دیگه مردم دارن که روی این گزینه تمرکز بدیم؟ حتی ماها اینجا، یعنی گاهی اوقات واقعا بهتون بگم صادقانه، بعد از 37 سال انسانی مثل من که زندگیشو گذاشته، غربت رو پذیرفته، دوری از نازنینترین انسان جهان براش مادر، همه داره پذیرفته، به این امید که شاید تلاشش کمکی بکنه برای اینکه ایران فضاش بازتر بشه. حالا ما میدونیم دموکراسی 100% که توی کشور ما نمیاد، اما راه‌حل‌های نظامی رو دیگران آزمودن و نتیجهش فاجعه‌ای بود که دیدیم. الان مردم نگران تبدیل شدن ایران به یک عراق یا سوریه یا لیبی دیگری هستن. واقعا به عنوان یه انسانی که نظام رو زندگی کردی، نفس کشیدی، و حالا به عنوان یک منتقدی که به خاطر عشقت به وطنت، به مردمت، همه خطرها رو به جان خریدی، چه گزینه ای رو به مردم توصیه میکنی که اونی که میره پای صندوق رای احساس بکنی یه گزینه دیگه هم داره؟ بله، بعد سوال درست و به جا و حساسی است. من پاسخم این هستش که واقعا میگم هیچ منفذی، هیچ فرصتی، هیچ مفری و هیچ گریزگاهی آخوندها و سرداران سپاه برای مردم باقی نگذاشتن. علتش هم این هستش که نگاهشون به جامعه مثل یک به اصطلاح کشور به غارت، به غنیمت گرفته شده است. یعنی شما نگاه کنید، حاکمان وقتی می آمدن یک کشوری رو به غنیمت می گرفتند و مثلا صاحبش می شدن، دیگه به فکر آبادانی و ایجاد فضای آزاد برای مردم و شرکت در انتخابات که نبودن، همیشه یه چماقدار بودند و شمشیر به دست و نیزه به دست و خنجر به دست برای اینکه کمترین صدا رو در نطفه خفه کنن. ما توی این 37 سال واقعا میگم
جز این چیزی ندیدیم، یعنی این که نبوده که مثلا حاکمیت، آخوندهای حاکمیت به فکر این باشن که آقا فردا ممکنه مثلا برق برگرده و خودشون حالا در موضع مردم قرار بگیرن و از اون بالاتری ها واقعا انتظار این رو داشته باشن که نرمی و نرمش پیشه بکنن. واقعیتش من یکی از درخشانترین سخنان بزرگان رو در همیشه به دوستان توصیه میکنم، به حاکمیت هم همیشه توی گفتمانهایی که ایجاد میشده، مثلا تو نامه هایی که با آقای خامنه ای داشتم مطرح میکردم که مگر نه این که بزرگان دینی ما میگن آنچه را که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه را که نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. خب شما این فضایی رو که برای مردم ایجاد کردید، این فضا یک فضای بنبست و بتونی است، تمام چهار اطرافش رو بستید، تمام دار و ندار مردم رو دارید بالا میکشید. من همین امروز شنیدم، البته یه زمزمی در گرفته که سفیر ایران در لبنان گفته ما به هر خانواده یا آسیب دیده فلسطینی 7000 دلار تا 15000 دلار میدیم. زمزمه نیست آقای نوریزاد، این درسته و به کسانی که خانهشون اسرائیل ویران کرده 30000 دلار میدن. حالا من یه نکته رو براتون بگم، دولت قطر در غزه مجتمعهای مسکونی 4000 خانه ای میسازه و ساخته. بسیاری از این فلسطینی ها رفتن نشستن و الان قطر چون با اسرائیل هم رابطه دوستانه داره، اسرائیل اجازه میده سیمان میبره میسازه مهندسا و شرکتاش. این لوس بازی اینا خیلی، این معنی برای چی بود؟ برای که عربستان سعودی کمک 3 میلیارد دلاری رو که به ارتش لبنان میکرد و 1 میلیارد به نیروی امنیتی به خاطر موضع گیری های وزیر خارجه لبنان جبران باسی و اینکه لبنان اشغال سفارت سعودی در تهران و کنسولگری در مشهد محکوم نکرد، اینو فریز کرد، به صورت جامد در آوردش، نگهش داشت. زود جمهوری اسلامی پرید، در حالی که یه عده از مسئولان لبنانی میرفتن سفارت سعودی که برن به آقای اسیری بگن ما ارادت داریم، ما با شما هستیم، جمهوری اسلامی هم جلو سفارتش یک معرکه راه انداخت. آقای فتحعلی سفیرشون این چکا دستش که حالا معلوم نیست سفیر اصلا در کجای دنیا درس دیپلماسی خونده، واسطه بود و یه سری فلسطینی هم اومده بودن زن و بچه هورا میکشیدن برای آقای خامنه ای و عکس میبردن بالا. این اتفاق دیروز و امروز در بیروت تکرار شد، کاملا درسته. و آقای فتحعلی گفت 30000 دلار میدیم، اونایی که خونهشون ویران شده 7000 دلار، اونایی که شهید دارن. بله، حالا اینو شما اینجا داشته باشید و مثلا در داخل کشور ما یک هارمونی بسیار بسیار وسیعی از طرف حاکمیت برای جهل گستری و اینکه مردم در یک شاکله فکری بسیار منحطی باقی بمانند اعمال میکنه و بقای خودش رو هم بسیار بسیار وابستگی داده به اینکه هر چقدر مردم در نفهمی باقی بمانند و در خرافه باقی بمانند بقای او به صلاح تضمین شده است. مثلا به عنوان یک مثال بسیار دم دستی، یکی از بستگان من مثلا 4 بار کربلا رفته و من 1 بار هرچه به او با ملایمت اصرار کردم و که بفهمانم که آقا نیازی نیست شما دفعه 5 برید، او مصرانه میخواست که بره. حالا ببینید یک طایفه رسیعی از مردم ما در همین غرقاب به صلاح دست و پا میزنن و پای صندوق های رای میرن و غیرتمندانه با شعارهایی که میگه به چپ میرن به چپ میرن به راست میرن به راست، این همون مردمی هن که با پاره شدن یک عکس امام از یک بلندگوی مرکزی بیرون میریزن و بعد با کشته شدن بچه های مردم میرن توی خونه، یعنی یا به عکسش ناهدهی میرن بیرون و حاکمیت با اینا بازی میکنه. من به اون بستگان دور روستایی خودم گفتم که شما این دفعه هر دفعه خواستی بری کربلا دفعه 5 به این فکر کن که از کنار یک بانوی داری رد میشی، دختر جوانی که به خاطر فقر تن به تن فروشی سپرده، برو کربلا حال کن. الان این پولهایی هم که میدن به فلسطین و حالا هر کجای دیگه واقعا از گلوی مردم بریده میشه. من از این مثال خواستم این رو مطرح بکنم که آخوندها اینجا رو به غنیمت گرفتن در راستای اسلام گستری و شیعه گستری خودشون
و اصلا کمترین اعتنایی هم ندارد. این که شما فرمودید غیر از صندوق رای آیا مفر دیگری هست، من اتفاقا میخوام بگم که بیاییم از یک زاویه دیگری به صندوق رای نگاه بکنیم. من رفتم کردستان و توی جوان رود برخوردم به جوانهایی که نفر اول کنکور سراسری کشور بودند و نفر دهم، نفر پونزدهم. و تعجب کردم این همه جوان باسواد اینجا جوان رود پاوه چیکار میکنن اینجا. بعد دانستم که تنها مفر عادلانه ای که مردم کردستان، جوانهای کردستان یافتن که از این بنبست خارج بشن کنکور بوده، که اینا می آمدن از این فرصت عادلانه به اسم کنکور که تنها دسترسی اونها به یک جور عدالت بوده استفاده می کردن، برای این که مثلا پزشکی قبول بشن، مثلا در رشته های برتر قبول بشن و از اون بنبست سنی و کرد بودن بیرون بزنن، مگر اینکه با مراتب علمی بتونن خود بزنن. حالا من واقعیتش میگم اگر از این منظر ما به صندوق‌های رأی نگاه بکنیم، در این حال که آرایش آرا دست آقایونه و فردا ما مثلا میبینیم که آقای جنتی در تهران چقدر رأی آورده، مثلا فلانی چقدر، اینا اگر از این زاویه که من میگم به صندوق رأی نگاه بکنیم، ای بسا دوستانه تر به صندوق رأی نگاه بکنیم. من میگم که الان دوستانی که حالا علاقمند نیستن در انتخابات شرکت بکنن و متنفرن، نفرت دارن، بیخیالن، به یک شلختگی بسیار آشفته دچارن. یعنی از یه عده از سر بیحالی رأی نمیدن، یه از سر تنفر و نفرت و یه عده بیتفاوتن و اینا جمعیت قابل ملاحظه ای هست که همیشه در یک بزنگاه های حساس اینا مثلا یک تکانی میخوردن میامدن آرایش رای دهندگان رو مثلا به یک سمتی میغلطاندن. من میگم اگر ما بتوانیم واقعا در یک بنبستی که هستیم و تمام روزنه ها رو به روی ما بستن و هیچ فرصت و مفری برای این که بگیم آقایون ما هستیم، ما نظر داریم، ما مخالفیم، ما معترضیم که پول ما رو میدید این ور اون ور، ما خودمون محتاجیم، نگاه کنید دختر ما داره به تنفروشی میره، پسر ما اینجور، ما شدیم اول کشور پرمصرف مواد مخدر، این اعتراض ها رو بخواییم نشون بدیم. من فکر کردم که اگر ما بتونیم شرکت نکردن در انتخابات رو مدیریت بکنیم و بهش سمت و سوی خردمندانه بدیم، ای بسا در دراز مدت به صورت بتونیم به یه جایی برسیم. مثلا با این شیوه هایی که دوستان اصلاح طلب و حالا برای بچه هایی که حالا حتی زندان رفته ها رو من دیدم پوستر دست گرفته بودن توی خیابون با مردم عادی بحث میکردن که بیایم رای بدیم و اینها، این شیوه 400 سال حکومت آخونده و پاسدارا رو تضمین میکنه. البته من قبول دارم که بلافاصله بعد از آقای خامنه‌ای ورق بر میگرده و جای سردار آخوند عوض میشه، یعنی الان آخونده مثلا یه وجهه برتری دارن به صورت ظاهر، ولی بلا فاصله بعد از آقای خامنه‌ای این ورق برمیگرده و سردارا بالا میان و آخونده هستن که در به در به دنبال یک پناهگاهی میگردن، دخیل میبندن پشت در خونه سردارای سپاه که از اونها حفاظت کنن در برابر نفرت گسترده مردم متضرر و آسیب دیده. محمد نوریزاده عزیزم اجازه بدید من گفت آدم سیر نمیشه با شما حرف بزنم، تا وقت ما کوتاه هست و چندین گزارش دیگه من باید پخش بکنم. ازت سپاسگزارم، اجازه بده به همین زودی در هفته آینده در یک فرصت مفصل حداقل بشیم یک ساعت با هم گفتگو کنیم. بسیار ازت سپاسگزارم، آرزوی پیروزی و موفقیت و سرفرازی که همیشه نصیبت باد. ممنونم ازت. درود بر شما. درود بر شما. خدا نگهدار.